سلام به همه ورزشی ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه، بهداشت هم رعایت کنید. میریم سراغ اولین خبر امروز ورزشی که یه ویدیو کوتاه هستش از ورود بازیکنان یوونتوس به ورزشگاه و کریس رونالدو. ببینیم با هم. بله، این واکنش عجیب کریس رونالدو هنگام ورود به ورزشگاه بود، با تماشاگرای خیالی دست داد. خب میدونید بازی یوونتوس بدون تماشاگر برگزار میشه به خاطر شیوع بیماری کرونا که به خصوص در ایتالیا حسابی سر و صدا کرده، تو ایتالیا بیشتر از سایر کشورهای اروپایی هستش. اما استوری وریا غفوری بازیکن تیم استقلال تهران رو اگر بزرگ بشه تصویر براتون میخونم که یه استوری خیلی قشنگی دیشب گذاشته بود که گفته بود که اول از خودم شروع میکنم، اجاره یک ماه رو از مستأجر مغازم نمیگیرم، از دولتم خواهش میکنم که مثل زمان جنگ که مردم خودشون بسیج مردمی تشکیل داده بودن و به هر حال افراد غیر نظامی داوطلبانه این بسیج مردمی تشکیل داده بودن و به جنگ دشمن رفتن، این بار همین اتفاق بیفته، به مردم خیلی سخت نگیرن، به اندازه دست کم به اندازه یک ماه هیچ قبضی برای مردم صادر نکنید و بدهی های وام گیرنده ها و هزاران نو بدهی که مردم به دولت دارن رو در این شرایط به اندازه یک ماه به مردم ببخشن. بعد میگه که دیر یا زود این شرایط هم میگذره، باید به همدیگه کمک کنیم. انشالله که اینجوری باشه و واقعا هم مردم باید به همدیگه کمک کنن و دولت هم هوای مردم رو داشته باشه بیشتر. علی فتح‌الله‌زاده تو این شرایطی که استقلال خب تو داستان نقل و انتقالات و این بازیکنهای خارجی و مربی خارجی که داشته از طرف فیفا و دادگاه کس محکوم شده، علی فتح‌الله‌زاده تو این چند روز آفتابی نشده، خیلی ها گفتن کرونا گرفته، بعد خودش مصاحبه کرده گفته که نه، به خاطر آنفولانزا از خونه بیرون نمیاد. البته چند بارم گفته که چند بارم رفتم بیمارستان دکتر رفتم و گفتن آنفولانزا، کرونا هم نگرفتم، خدا رو شکر. خبر بعدیمون مربوط میشه به الیساندر فاوالی، اولین بازیکنیه که در لیگ ایتالیا کرونا گرفته. الیساندر فاوالی در لیگ سری آ دسته 3 فوتبال ایتالیا بازی میکنه، 27 ساله است، تازه هم به تیمش ملحق شده. اسم تیمش متاسفانه الان یادم نمیاد، اما به خاطر شیوع کرونا در کشور ایتالیا، خب میدونین شهرهای شمالی ایتالیا حسابی درگیر کرونا هستن. در لیگ فوتبال ایتالیا هم جنجال زیاده، یه بار میگن بازی ها برگزار نشه، یه بار برگزار میشه، یه بار میگن که لیگ بدون تماشاگر باشه، یه بار میگن که با محدودیت تماشاگرا رو راه میدیم. خلاصه این اتفاقیه که فقط مربوط به تماشاگران نیست و سلامتی ورزشکارا هم به خطر افتاده، نمونش هم همین بازیکن فوتبال ایتالیاست. انشالله که ما دیگه شاهد خبرهای خوب باشیم از این به بعد، اگر بهداشت فردی و عمومی رو رعایت کنیم، دستاتون هم مرتب بشورین، هیچ چیزی مثل آب و صابون نمیتونه کمک کنه که در این شرایط به بهداشت ما کمک میکنه، به سلامتیمون کمک میکنه. مواظب خودتون و خانوادتون باشین. خداحافظ.